17 روز تیر ماه برابر با 8 ژوئیه، سال 1218 خورشیدی برابر با 1839 میلادی، زادروز جان راکفلر سرمایه‌دار معروف آمریکایی. جان دیویدسون معروف به راکفلر، ثروتمند افسانه‌ای آمریکا و مؤسس شرکت نفتی استاندارد آیل که در نیویورک دیده به جهان گشود، سالهای اولیه زندگیش را با فقر و تهی‌دستی گذراند، اما از جوانی به تجارت روی آورد و در 31 سالگی با مشارکت عده‌ای سهام یک پالایشگاه را خرید. بدین ترتیب با سرمایه 1,000,000 دلار شرکت نفتی استاندارد اویل را تأسیس نمود و طی 4 سال با بکار بستن فنون اقتصادی مقام اول پالایش نفتی آمریکا را به دست آورد. راکفلر در 40 سالگی به مدد سرمایه‌ای که از رقابت با سایر بازرگانان کسب کرده بود، طی چندین سال به خرید پالایشگاه‌های کوچک محلی مبادرت ورزید و همه آنها را در مجتمع تولیدی واحدی متمرکز ساخت. وی در سایه مناقصه‌های قابل توجه، شبکه‌های خطوط آهن نیویورک و انحصار تصفیه نفت منطقه‌ای را به دست آورد. راکفلر به تدریج در مناطق دیگر آمریکا پالایشگاه‌هایی را تأسیس کرد و به این ترتیب شبکه فروش عظیمی را به راه انداخت. سپس کمپانی‌های حمل و نقل نفت از راه لوله‌های نفتی را نیز یکی پس از دیگری به انحصار خود درآورد و بدین ترتیب توانست انحصار پالایش و حمل و نقل را در سراسر آمریکا به دست آورد. راکفلر در دوران حیاتش حدود 500,000,000 دلار صرف کارهای خیریه کرد و چندین کلیسا، درمانگاه و بیمارستان و دانشگاه شیکاگو را تأسیس نمود. سال 1316 خورشیدی برابر با 1937 میلادی، انعقاد پیمان سعدآباد در تهران. با روی کار آمدن آتاتورک در ترکیه، پیمان دوستی و عدم تجاوز بین ایران، ترکیه، افغانستان و عراق در کاخ سعدآباد تهران به امضا رسید. به موجب این پیمان، این دولت‌ها متعهد شدند که سیاست خارجی هماهنگی داشته باشند و در مقابله با خطر کمونیسم که هر یک از دولت‌های آنها را تهدید می‌کرد، یکدیگر را مورد حمایت قرار دهند. همچنین دولت‌های عضو ضمن اینکه نباید در امور داخلی هم دخالت کنند، باید در کلیه اختلافات بین‌المللی که با منافع آنان مربوط است مشورت نمایند و علیه هم عملیات تجاوزکارانه نداشته باشند. سال 1335 خورشیدی برابر با 1880 میلادی، در گذشت پل بروکا، دانشمند فرانسوی و بانی علم جمجمه شناسی. پل بروکا دانشمند فرانسوی که در فرانسه به دنیا آمده بود، پس از اتمام تحصیلات مقدماتی وارد دانشگاه شد و در رشته پزشکی فارغ التحصیل گردید و آنگاه به جراحی اشتغال ورزید. بروکا همزمان به امور تحقیقاتی و مطالعاتی پرداخت تا اینکه برای اولین بار برای درمان یک دمل مغزی با استفاده از مته و اره جراحی کاسه سر انسان را سوراخ کرد. بروکا سپس تحقیقات خود را بر روی جمجمه مردگان انجام داد و به کشفیات مهمی در این باره پی برد. بروکا به این نتیجه دست یافت که مرکز تکلم در نیمکره چپ مغز است و هر زایعی که بر این قسمت از مخ وارد آید موجب ناتوانی در حرف زدن خواهد شد. بدین ترتیب برای اولین بار ارتباط میان یکی از استعدادهای جسمی با نقطه کنترل آن در مغز به طور واضح و مسلم آشکار گردید.